به نام خدا قسمت هفتم از برنامه مربوط به موضوع عدالت رو دنبال میکنیم در جلسه گذشته درباره شرایط محیط عربستان در زمان مقارن و معاصر با ظهور رسول اکرم و اسلام قرآنی صحبت شد و گفتیم که جامعه عربی مکه مدینه حجاز و یمن جامعه ای بوده است که به خصوص در مرکز من مکه قدرت به صورت سرمایه در اختیار فودالهای های محلی بوده و تشریح کوتاهی در بیان مفاهیم سرمایه و سرمایداری و حاکمیت سرمایه کردیم که در این جلسه به ادامه گفتگو می پردازیم. گفتیم که نظام حاکمیت فودالی نظام حاکمیت سرمایه است و نظام حاکم سرمایه برای انسان که انسان خود نوعی سرمایه است چون انسان محصول سرمایه است چون آب خاک و هوا و اونچه که محصولات زمین است که به بخش های دیگری می رسیم که به فودالیته صنعتی می رسیم که معمولا فودالیته خطاب نمی شود برای پنهانکاری و خودعه همه اینها تشکیل یک نظام و یک محیطی می دهد که در واقع انسان می تواند که بر انسانی دیگر مالک شود یعنی انسان مالکیت پذیر می شود در نظام فودالی و در نظام حاکمیت سرمایه حاکمیت سرمایه از ذکابت خاصی در پنهانسازی حقایق برخوردار است و دستی قهار و توانا در تحریف امور و استطار حقایق و پوشش باطل بر حق دارد در اقتصاد فودالی به ما اینطور آموختند که فودالیته محدود و مربوط به مالکیت زمین های کشاورزی است یعنی برداشتی که اکثر ما داریم این است که فودالیته عبارت است از اینی که یک مالکی یک زمین کشاورزی رو مالش باشه و رعیت ها برای او کار بکنند و او مزد کمی به رعیت ها بده یا اینکه به اندازه قوت لایموت اونها اونها رو تغذیه بکنه به این ترتیب مالکیت فودلی و سرمایداری فودلی در صنعت و در اقتصاد مدرن کاملا پنهان شده و امروز کمتر شما این عنوان رو میشنوید در دنیایی که اساس و اصل و پایه و شالوده نظامی که در اختیار دارند قدرتمندان جهان نظام فودالی است در حالی که وقتی صحبت از تملک آب و خاک و هوا می شود همه صنایع و تولیدات و محصولات ناشی از این عوامل نیز سرمایه محسوب می شوند. نفت از خاک است، هوا از خاک است، آب از خاک است. همه معادن و همه صنایع ریشه در آب و خاک دارند و همه صنعتگران سرمایه محسوب می شوند. به شرحی که در جلسات گذشته گفته شد که انسان نیز در اندازه گیری های فودالی نوعی سرمایه است و ابدا چیزی به نام انسانیت برای این موجود در نظام فودالی قائل نیستند مقصود اینکه که سرمایه ثروت نیست و بدون وجود ثروت نیز سرمایه می تواند وجود داشته باشد امروز اصل مدیریت جای مالکیت رو در دنیا اشغال کرده شما ببینید که این شرکت های بیمه چون اکثرا شرکت های غیر انتفاعی هستند مالکیت شخصی ندارند و فقط مدیریت دارند اما مدیران این شرکت ها مدیران شرکت های غیر انتفاعی دیگر و بسیاری از بانک ها و حتی مؤسساتی که دارای سهامداران فردی هستند مدیران این شرکت ها سرمایداران این شرکت ها نیستند بلکه قدرتمندانی هستند که اختیار این سرمایه ها در اختیار اوست و نحوه خرج کردن و نحوه مدیریت یعنی قدرت سرمایه در دست اوست نفس سرمایه بدون قدرت سرمایه هیچ ارزشی ندارد موضوع مالکیت و موضوع امانت و موضوع تسلط و موضوع مدیریت از موضوعاتی است که حتی در ایدئولوژی های مدرن مشتبه شده است و در نگرش مارکسیسمی و سیستی و سوسیالیستی به موضوعات اقتصاد می بینیم که موضوع مالکیت و موضوع امانت و موضوع مدیریت و موضوع تسلط بسیار مخدوش و جا به جا به جای همدیگه به کار رفته است که مطلب دیگری است سرمایه نیرو و امکان و قدرت انسان هاست که از آنها صلب می شود و به صورت یک قدرت مجموع و مرکب اساس و پایه حاکمیتی می شود که متکی به اقتدار سرمایه و ضعف و ناتوانی جامعه می باشد و فودالیته تا زمین و زمان موجود است می تواند متولد بشود و هیچ یک از تحولات اجتماعی و هیچ کدام از رونسانس های ساخته شده غرب نمیتواند و نتوانسته است که مؤثر در تخریب مبانی فعودالیته باشد بلکه با سکاوت خاص و موزیانه وجود سرمایهداری فعودالیته در مفاهیم مدرن دیگری منعکس می شود مانند کپیتالیزم که در واقع کپیتالیزم چیزی جز فعودالیته نیست و اینکه ما فئودالیته و محدود به زمین و آب و خاک کنیم بدون اینکه محصولات و تولیدات و ثمرات آب و خاک و هوا رو در نظر بگیریم یکی از بزرگترین فریب هایی است که تا این زمان که با هم سخن میگوییم همچنان به قوت خود باقی است جامعه عربستان مهارن با ظهور اسلام یک جامعه فئودال از نوع جاهلیه بود طبیعی است دینی که اساس آن بر مبنای عدالت و حریت و استقلال نوع استقلال نوع بشر است با جامعه ای که حیات و هستی او متکی به فئودالیته جاهلیه و جبر و بیعدالتی و بیداد و تسلط بر جان و ناموس مردم است مسلم است که چنین دینی و چنین ایدئولوژی و چنین رهنمودی در مقابل این قدرت عظیم و وحشتناک فعودالیته جاهلیه به چه سرنوشتی دچار خواهد شد دینی که میگوید تنها هدف دین الهی استقرار عدالت است تنها هدف دین الهی از استقرار عدالت حفظ شرافت نوع بشر است و قبول تقدس وجود انسان به عنوان آینه خدا نماست وجودی که هر لحظه خدا در او نفس می کشد. این حدیث نیست این آیه سریح قرآن است برای کسانی که به دین اسلام باور دارند که من در روح از روح خود در تو میدمم انی یعنی نفخت و فیه من روحی از روح خودم در تو نفس میکشم و میدمم روح تو روح من است چنین انسانی با تقدس الهیتی که در وجود او نهادینه شده و با خدایی که از ورید گردن به او نزدیکتر است و خدایی که قلب مؤمن را خانه خود میداند اصل استقلال و آزادی و حفظ حریت و شرافت انسان و حفظ حق حیات انسان که اساس و پایه تعالیم منجر به عدالت است در قرآن تصور اینکه این ارزش این ها رو در مقابل تئوری ها و مکتب فکری و اجرایی فودالها ها قرار بدهید از یک سو مرامی و مکتبی بر جامعه حاکمیت دارد که تنها قدرت سرمایه دارای حق حاکمیت است و عدالت خورشیدی است که برف رو را ذوب میکند و در واقع خورشیدی است که ظلمت فئودالیته را رو روشن و نورانی میکند و باعث مرگ فئودالیته میشود چنین دینی با چنین پیامی که از آغاز صحبت عدالت میکند صحبت استقلال و حریت و برابری انسان ها رو می کند صحبت صلح و امنیت می کند صحبت حق حیات می کند صحبت حق بیان می کند صحبت عقل می کند مسلم است که چنین دینی با چنین مکتبی در مقابل محیط موجود عربستان آن روز و شاید هم امروز چه سرنوشتی خواهد داشت در باب فعودالیته جاهلیه باید بگوییم که فعودال یعنی حاکمی که متکی به سرمایه است و یا حاکمیت سرمایه بر اساس تئوری های متنوعی که سرمایدار فعودال موجودیت خود را تعریف و توجیه می کند. به طور کلی وقتی سرمایه مبنای حاکمیت و قدرت قرار می گیرد و بر مردم دارای تسلط سیاسی و اجرایی می شود به وجود می آید در فیودالیته جاهلیه اساس و پایه حاکمیت سرمایه بر مبنای تقدس شرک و تقدس حاکم در مقام شراکت او با نیروهای مافوق طبیعه می باشد. در برنامه های گذشته کسانی که برنامه های سابق رو دیدند در مورد شرک سیاسی و در مورد مفاسد و مزار و خطرات شرک سیاسی سخن بسیار گفته شده و نقش فعودال در طول تاریخ اتکای فئودال به نیروی خرافه یا به نیروی خشونت است یعنی اساس و پایه اتکایی موجودیت فئودالی و یا اینکه حقانیت و توجیه فئودالیته در منطق فئودالیته از دو طریق ایجاد می شود یا اتکاع به خرافه دارد یا اتکاع به خشونت دارد نوع فئودالیته قبل از رنسانس اروپا از نوع اتکاع به تقدس خود ساخته الهی داشته یعنی متکی به خرافه بوده مسیحیتی که نمایندگی خدا را به عهده داشته و بیشتر فئودالهای مغرب زمین حمایت کلیساهایی رو داشتند که قدرت سیاسی فعودال ها رو مقدس محسوب می کردند. با وقوع رونسانس در اروپا در واقع نقطه های اتکایی فعودالیته از خرافه بر البته هنوز در کشورهای دیگر این خرافه وجود داره و به عنوان حکومت مذهبی فعودال ها نقطه اتکای خرافی به تقدس مصنوعی و خودساخته صناعت شده بشر رو حفظ کردند اما در کشورهایی که رنسانس اتفاق افتاده و جاهایی که مدرنیته و در واقع سوپر مدرنیته و فرامدرنیته باید بگوییم اتفاق افتاده مرتب اتکا سرمایداری و اتکاء مبانی فودالیته به موضوعات دینی و تقدسی کمتر و کمتر شده و در واقع اتکای به خرافه برداشته شده و به جای اون اتکای به خشونت جایگزین اون شده ولی به طور کلی فئودالیته یا سرمایداری سیاسی یا حکومت سرمایه به دو عامل بیشتر نمیتواند متکی باشد یا باید به خرافات متکی باشد که نقش مذهب در خرافات بسیار بسیار نقش مهمی است و بسیار راحت مذاهب تبدیل به مراکز فساد خرافی می شود و تعقلات و معقولات دینی خیلی راحت تبدیل به افسانه ها و اسطوره های خرافی می شود و در واقع اسطوره های خرافی جای دین اقلانی و اصیل توحیدی رو اشغال می کنند. اگر که این امکان فراهم نشود مثل اینکه این امکان در اروپا گرفته شده از فئودالیته اون وقت به خشونت پناه میبرد و نیروهای خشن و نیروهای کشنده و بیره و ارتشهای مرگبار در واقع نقاط اتکایی فئودالیته در جامعه بشر میشوند فودالها یا به خرافات دینی تکیه می کنند یا به نیروهای کشنده و مرگبار نظامی و قدرت هایی که از سرمایه هایی که از مردم به سرقت بردند وسیله کشتار خود اونها رو فراهم می کنند و در واقع ارتش های فعودالی نوعی نقاط اتکا هستند برای دوام و بقای فودالیته و مبارزه فودالیته برای ادامه حیات خودش این ترکیب اتکایی شرکت با خدا و حکومت سرمایه در مشارکت با خدا و معموریت داشتن از طرف خدا و داشتن متولی بودن از خدا مستمرا اشکال گوناگونی به خود گرفته و مرتبا و منظما لباس روز بر تن میکنه و نو میشه و مدرن میشه و با سلیقه جامعه پیش میره ولی در بطن فعودالیته همونطور که عرض کردم چند بار هم عرض کردم دو نقطه و دو بیس اتکایی بیشتر وجود نداره یا متکی به خرافه هستند یا متکی به خشونت و امروز اگر در دنیا ترکیبی از خرافه و خشونت می بینید تعجب نکنید که بار فودالیته اونقدر سنگین است که با یک اسب کشیده نمی شود هم اسب خرافه لازم دارد و هم اسب خشونت و این نشان می دهد که بیداد و بیعدالتی تا به کجا رسیده است به عنوان مثال وقتی که خدایان به صورت نیروهایی هستند که ما به اونها رب و نوع میگوییم باران میگوییم باد میگوییم آتش میگوییم چیزهای نظیر این فعودالها و سرمایه گذارهای فعودالی در واقع وقتی که در این مقطع زمان زندگی میکنند تبدیل به جادوگرهایی میشوند یا جادوگرهایی رو به کار میگیرند که اون جادوگرها نماینده اون رب و نوع ها هستند که این رب و نوها با اونها صحبت می کنند و با اونها مشارکت می کنند. وقتی که سنگ و بوت سنگی یا چوبی مظهر خدا می شود یا نماینده فعودال یا گماشته فعودال نماینده و متولی و سخنگوی سنگ می شود در یکی از عبادتگاه یکی از باورهای هندی در غرب لس آنجلس رفته بودیم و اونجا یک ماری به صورت گچ ولی خب خیلی تزیین زیبا داره که مثل مار طبیعی است برای اینکه کسی اون مار را از نزدیک ببینه بایستی که از کنار دو تا خرگوش مجسمه خرگوش رد بشه و این خرگوش ها با متصدی خرگوش ها صحبت میکنند و شما برای زیارت مار که مظهر اون آین هست و رب و نوع اون آین هست بایستی که موافقت خرگوش رو داشته باشید و این کار با دادن پولی به اون کسی که زبان خرگوش رو میفهمه داده میشه و او آرام با خرگوش صحبت میکنه و بعد خرگوش گچی خرگوش گچی با او سخن میگوید و او به شما را اجازه زیارت رب و نوع رو میداد در حکومت های فعودالی اگر که خدا رب و نوع باشد جادوگران اگر خدا سنگ یا چوب یا چیزهای دیگری باشد بالاخره مترجمینی هستند راویانی هستند رابطینی هستند که با اونها در ارتباط هستند و اینها مرتب اخبار سنگ و چوب و حیوان و سایر رب و نوع ها رو به فعودال میدهند این در اتکای خرافی است که در همه ادیان که فئودال سازمان هایی هم دارند که همه دین ها رو میپذیرند و بخش خرافی هر دینی رو استخراج میکنند و به او تکیه میکنند فئودال و حکومت سرمایه برای ادامه حیات دین توحیدی رو هم مستثنا نکرده است بسیاری از افراد فکر میکنند که فئودال ها لاقل با اسلام یا اسلام توحیدی یا اسلام قرآنی به کشتی نمیپردازند و مقابله نمی کنند یعنی اشتباه اسلام توحیدی رو هم مستثنا نکردند و در همه آین های توحیدی شما نقش فعودال ها رو به صورت فعالترین نقش مفسده در انحطاط و انحراف ارزش های دینی میبینید. و اساسا سقوط ارزش های دینی و انحرافی از آدم تا خاتم در دین توحیدی به وسیله نیروهای فئودال روی داده است و اساس و مبنا و علت اصلی ظهور پیامبران در اصلاح دین به خاطر انحرافاتی است که نوع فئودال و اندیشه فئودالی و ایدئولوژی فئودالی در دین ایجاد کرده است و دین توحیدی رو که اساس عدالت است به عنوان ای در خدمت بیعدالتی و ظلم و بیداد و تملک انسان و سلب آزادی و ایجاد بندگی و الزام ذبح حریت انسان قرار داده است شما میبینید که همه این موارد در قرآن تقبیح شده دین به این خاطر آمده است که عدالت رو مستقر بکند بیعدالتی را از بین ببرد ظلم رو بیداد را از بین ببرد جلوی تملک انسان رو بگیرد جلوی بردگی و بندگی رو بگیرد و به انسان حریت و شرافت بازگرداند و آزادی را به انسان برگرداند و بندگی را از او بگیرد و انسان رو در مقام خلیفه خدا روی زمین قرار بدهد کار فعودال در مقابل این اصولی که در دین برای انسان پیش بینی شده و راه تعالی انسان که در مقابل او گذاشته شده در مقابل این کار فیودال ها در ادیان رسوخ می کنند و مانند موریانه بنای ساختمان عدالت هر دینی رو فرو می ریزند و در واقع وسیله ای می شوند برای ایجاد بی ظلم، بیداد و نهایتا تملک انسان تملک انسان و تبدیل انسان از انسان به سرمایه از موجود مقدس که از خدا در وجود او بوده میده شده و او رو تبدیل به یک کالا و یک وسیله تجارت و یک وسیله کاربرد و به طور خلاصه سرمایه از وجود انسان میسازند اسلام در چنین بستری زایده می شود و از همان آغاز کار جنگ حاکمیت سرمایه با اخلاق و عدالت آغاز می شود پیامبر اسلام زایده مکه است یتیمی رنجور که والدین خود را از دست داده و در خانه عموی خود و در حمایت او زندگی می کند. در کودکی چندین بار به بیماری های مهلک دچار می شود و نهایتا در نوجوانی به چوپانی و در جوانی به خدمت در کاروان ها می پردازد. به تدریج به علم تجارت آشنا می شود و به لحاظ اخلاق و امانتی که جبلی او بوده است مورد اعتماد تجار قرار می گیرد و به معاونت و مشاورت در خرید و فروش برای امور واردات و صادرات و حمل و نقل استخدام می شود و به کار گرفته می شود نهایتا در سنین 18 یا 19 سالگی به خدمت یکی از بزرگترین تجار زمان خود یعنی خدیجه کبرا در می آید. خدیجه کبرا یکی از ثروتمندترین اعراب زمان خود بود است. در سنین 24 یا 25 سالگی محمد جوان مورد خاصگاری خدیجه قرار می گیرد. خدیجه در آن زمان چهل یا چهر و یک ساله بود است. در سنت اعراب آن زمان خدیجه دو نسل یا به زبان مدرن امروزی ها دو جنریشن از محمد جوان پیرتر بوده است زنها که پیر نمی شوند البته باید بگوییم محمد جوان دو جنریشن از خدیجه کبرا جوانتر بوده است در مورد دین و آین خدیجه سخن و روایت بسیار است بیشتر مورخین و مستندات تاریخی به این امر اشاره دارند که خدیجه حداقل دو بار قبل از محمد جوان ازدواج کرده بوده است و تعداد فرزندان او را از ازدواج قبلی تا پنج و بعضا تا هفت فرزند ذکر کردند در بین شیعیان این تواریخ مردود محسوب می شود و اکثرا بر این باور هستند که خدیجه قبل از محمد جوان هرگز ازدواج نکرده بوده است البته گروه عظیمی از علمای اهل تشیع این محاسبه را در مورد خدیجه قبول نمی کنند در مورد دین و باور خدیجه کبرا باید گفت تعلق قومی و قبیله ای او اشاره به باور او به دین یهودیت دارد و اساسا بنی اسد و بنی هاشم و بنی قریش در اکثریت قریب به اتفاق تواریخ از طوائف یهود محسوب شدند اهمیت این موضوع در این است که اگر دین خدیجه یهودی می بوده است قطعا در شرایط فرهنگی و سنتی زمان خدیجه نمی توانسته با غیر یهود ازدواج کند که این امر هنوز نیز رایج و معتبر است و اگر همسر و او باورمنده به دین یهود می بوده است که دین یهود بر اساس باور نیست دین یهود بر مبنای نسل و بر مبنای خون مادر است یعنی مادر شخص باید یهود باشد تا شخص یهود بشود و باور و اعتقاد او در این امر ناوارد است بنابراین دین خدیجه و ارتباط و ازدواج او با محمد جوان موضوع دین محمد جوان را مطرح می کند در قرآن آمده است که رسول اکرم خطا نکرده است شرک نوعی خطا است پس رسول اکرم نمی توانسته قبل از رسالت خود مشرک می بوده باشد و اگر رسول اکرم موحد بوده است در باره دین او در قرآن از او به نام دین حنیف نام برده می شود و میدانیم که این صفت اشاره به دین واقعی و مقاوم و متحر توحیدی است و اشاره به دین ابراهیم یا به دین موسی یا به دین عیسی ندارد بلکه به کلیت توحید اشاره می کند. و دین حنیف دین خاصی نیست که سوای سه دین نام برده باشد پیامبر اسلام از خاندان قریش و طایفه بنی هاشم است و این اقوام و طوائف نوعا جزء طوائف یهود در تاریخ شناسایی شدند البته در تواریخ مختلف نسبت به این موضوعات تفاوت‌ها و تنوعات و های بسیاری دیده می شود ولی در مجموع می توان گفت که اصل بر آن است که اکثریت تواریخ به آن خبر دادند برنامه این جلسه رو در اینجا به پایان می بریم در نشستی دیگر به ادامه این مبحث خواهیم پرداخت و کم کم به موضوعات اصلی عدالت و ارتباط سخنان جلسات گذشته با موضوع عدالت در خلافت خواهیم پرداخت